سلام شاگرده عزیز، امید که از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین و نکات بهداشتی را هم مراعات بکنین و درس را هم روزه با خود بخوانین تا با یک آمادگی کامل بخیر زمانی که مکاتب آغاز میشه به دوستان ادامه بدین و امیدوار هستم که درس گذشته را هم خوانده باشین، تکرار کرده باشین با خود و هم کار خانگی دانه جوابشان نوشته کرده باشین. خب درس گذشته ما کدام موضوع بود؟ به یاد کتان مانده؟ بله، درس گذشته ما شما خلافت حضرت ابوبکر صدیق بود که ما شما خواندیم که حضرت ابوبکر صدیق بعد از رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به حیث خلیفه مسلمین انتخاب میشه و زمانی که انتخاب میشه برای همه مسلمین هم از مهاجر هم از انصار یک خطبه را میکنه و در او خطبه میگه که ما به حیث خلیفه انتخاب شدم، ما از شما بهتر نیستم، قوی ترین شما نزد من ضعیف و ضعیف ترین شما نزد من قوی هست. این اولین خطبه بود که به مردم راه کرد. همچنان جلوی بعد مرتدین یا اقوام که مرتد شده بودن گرفت و مسلمی کذاب که دعوای پیغمبری کرده بود او را هم به قتل رساند و پیروانش را به اسلام دعوت کرد و فتوحاتش ادامه پیدا کرد و بالاخره بعد از رحلت یا وفات حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق به خلافت میرسه که درس امروز ما شما خلافت حضرت عمر فاروق هست. خب پیش از اینکه درس آغاز بکنیم باز هم عنوان درس و اهدافی که تعیین کردیم برای شما معرفی میکنم تا در ختم درس ما شما بتونیم به این اهداف برسیم. خب صنف ما صنف هفتم، مضمون تاریخ، موضوع در مورد خلافت حضرت عمر فاروق چی میدانید؟ درس 29 صفحه 67 الا 68 کتاب است. اهداف آموزشی که برای درس تعیین کردیم البته از شاگردان توقع میره تا در ختم درس به اهداف ذیل نائل گردند. اولی که آشنایی شاگردان با شجره حضرت عمر فاروق را دیالارند خوب. دوم، آشنایی شاگردان با فتوحات زمان خلافت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه و آشنایی شاگردان با قلمرو تحت حاکمیت اسلامی حضرت عمر فاروق. این بود اهدافی که ما شما برای درس تعیین کردیم و کوشش میکنیم بخیر که تا ختم درس ما شما بتونیم به این اهداف برسیم و معلومات جدید را در مورد حضرت عمر بخیر به دست بیاریم. خب در شروع شما یک تصویر میبینید و این تصویر یکی از بناهای کلتوری شهر بصره است که در عراق موقعیت داره و شما به این ساختمان توجه بکنید که چقدر از معماری عالی استفاده شده و این یک بنای یک شهر است که در زمان خلافت حضرت عمر فاروق ساخته شده. خب حال میگم که حضرت عمر فاروق بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق خلافت به کی میرسه؟ به حضرت عمر. حضرت عمر بن خطاب 4 سال قبل از جنگ فجار در مکه معظمه تولد گرفت. شاگرده عزیز در مورد جنگ فجار چیزی میدانین؟ گاهی شنیدین نام جنگ فجار؟ خب ما براتون میگم جنگ فجار جنگی است که بین مشرکین یا کسانی که قبل از ظهور اسلام زندگی میکردند و عرب ها در دوره جاهلیت بودند. این جنگ یکی از جنگ های مشهور دوره جاهلیت عرب است که رخ داده بود و تقریبا در سال ششم قبل از میلاد این جنگ با وقوع پیوسته بود که البته در بین عرب ها بسیار شهرت داشت و شعرهای عرب در این مورد ادا اشعار هم سروده بودند. و این جنگ هم به خاطر فجار میگن که فجار به معنای جنگ یا گناه معنا میده که این جنگ در ماه های ممنوع یا در ماه های حرام صورت گرفته بود و این ماه های حرام در ماه های قمری که ماه رجب محرم الحرام کندیال ما هم در جریان از ماه هستیم، ماه ذلحجه و ذلقعده از جمله ماهای حرام است چون این جنگ در ماه ها صورت گرفته و او خاطر این جنگ به نام جنگ فجار یا جنگ گناه یاد میشه.
خب اینا تولد یافته بودن، البته در مکه مدمه و شجریشان بکعب بن لوی قرشی از طایفه بنی عدی میرسه. در طفولیت چی میکرد؟ گوسفندان پدر خودم میچراند و در دوره جاهلیت در میان فرقه ها درگیر بود. در فصاحت و بلاغت ثانی نداشت، یعنی انقدر فصیح و روان صحبت میکردند و در هر کار اینا دست بالا داشتند، شخص بسیار ذکی و هوشیار بودند. و در این خاطر در بین مردم عرب اینا بسیار شهرت یافته بودند. 6 سال بعد از بعثت یا با بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله که حضرت محمد به پیغمبری مبعوث شدند، حضرت عمر رضی الله عنه مشرف به دین اسلام شدند و یکی از یاران نزدیک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بودند. زمانی که حضرت ابوبکر صدیق مریض شدند و مریضیشان البته شدت پیدا کرد، حضرت ابوبکر صدیق صاحب در صدد تیزی شد که باید جانشین خود پیدا بکنه و کسی را به حیث جانشین خود انتخاب بکنه. به این خاطر از مردم و از کسانی که از دوستایش بود در مورد حضرت عمر رضی الله عنه پرسیدند. همه بسیار صادقانه و بدون غرض حضرت عمر را تایید کردند و از حضرت عثمان رضی الله عنه هم در مورد حضرت عمر پرسان کردن. حضرت عثمان هم گفتن که شما از همه ما کده زیادتر در مورد عمر میفهمین. عمر سختگیر است ولی باطنش بهتر از ظاهرش است و در بین ما از عمر کسی بهتر نیست. بالاخره حضرت عمر رضی الله عنه بنابر وصیت حضرت ابوبکر به خلافت میرسه و به حیث خلیفه دوم خلفای راشدین انتخاب میشه. خب وصیتی که حضرت ابوبکر صدیق البته نوشته کرده بود یا در وصیت نامش آمده بود که مامو وصیت نامه را قسمی که در کتاب هست برای شما میخوانم شاگردان. در وصیت نامه نوشته شده بود به نام خداوند بخشنده و مهربان، من عمر بن خطاب را به حیث امیر شما انتخاب کردم. اگر نیکی کرد و برای عدالت رفت، این چیزی است که من در موردش میدانم. و اگر ستم کرد و حق تغییر داد، چیزی است که من از غیب نمیدانم. من نیت خوب داشتم و رفتار هر کس مربوط به اوست و کسایی که ستم میکنند خواهد دانست که سرانجامشان چی خواهد بود یا سرانجامشان چی هست. نی وصیت نامه است که حضرت ابوبکر صدیق نوشته کرده بودند. و بعد از اینکه خب اینا وصیت خدا کردن و یک وصیت نامه را هم نوشته کردن و در زندگیشان حضرت عمر فاروق به خلافت برگزیده شدند و به حیث خلیفه دوم اسلام انتخاب شدند. خب شاگرد عزیز میفهمید چرا حضرت عمر رضی الله عنه را عمر فاروق میگن؟ خب بسیار خوب، به خاطر عمر فاروق میگن که اینا همیشه فرق میگذاشتن بین حق و باطل و در این کار خود یک قهرمان زمان خود بودن، همیشه طرفداری از حق میکردن و همیشه اینا عدالت که داشتن، عدالت عمر فاروق در دنیای اسلام بی نظیر بود و تا امروز هم ما شما شاهد هستیم که حضرت عمر فاروق واقعا که عدالت فوق العاده داشتن و قصه های زیاد شاید در مورد عدالت حضرت عمر فاروق شنیده باشین و اگر از قصه هایش اینجا ما برتان یادآوری بکنم شاید دور از موضوع باشه. خلاصه ای که شما حتما در مورد عدالت حضرت عمر فاروق شنیدین و خوانده باشید. خب فتوحات مسلمین همه قسم ادامه پیدا میکنه و در دوران حضرت عمر فاروق هم چون بعد از حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر به خلافت میرسه و زمام امور به دست میگیره. البته در دوران خلافت حضرت عمر فاروق لشکر فاتح مسلمین تا عراق میرسه. در این وقت اوضاع ایران بسیار متزلزل میباشه و بعد از کرومیان در جنگ جنادین شکست میخوره. خب جنگ جنادین هم منطقی است در
منطقه است در فلسطین بین غزه و اورشلیم یا بیت المقدس که در اینجا جنگ بین مسلمانان و رومیان واقع میشه و رومی ها در این جنگ شکست میخورن. نیروی مسلمین چی میکنن؟ به طرف ایران راه سپار میشه. البته به رهبری این جنگ سعد بن ابی وقاص انتخاب میکنن و سعد بن ابی وقاص در قادسیه با لشکر ایران برخورد میکنن و ایرانی ها را شکست میده. بعد از او به قادسیه و جلوله و شهر کوفه و مدائن لشکر کشی میکنن. این شهرها هم توسط مسلمین فتح میشه. او یزدگرد سوم ساسانی که از شهر مدائن دفاع میکرد پیچی میکنه فرار میکنه. زمانی که این فرار میکنه اینمی جنگ که این مناطق تا تصرف میکنه و مسلمین یا را به دست میره 4 سال جنگ و دفاع از این طول کشید. و بعد از اینکه شهر نهاوند مسلمین تصرف کردن این جنگ یا اینمی فتح بزرگ یا فتح الفتون نامیده. اینمی جنگ چی نامیدن؟ اینمی فتح را فتح بزرگ یا فتح الفتون نامیدن که بعد از این جنگ یزدگرد سوم هم فرار میکنه و به خراسان پناهنده میشه و توسط یک آسیابان بالاخره به قتل میرسه. خلاصه ای که تایمی 2.5 سال خلافت حضرت عمر فاروق سرزمین های زیادی توسط مسلمین فتح شد و وسط ساحات قلمرو اسلامی البته از ساحات غربی مصر تا قسمت های شرقی افغانستان میرسید. ببینید وسط قلمرو اسلام بسیار زیاد بزرگ شده بود. خب یکی از کارنامه های مهم دوران خلافت حضرت عمر فاروق چی بود؟ تعیین تاریخ مسلمانان از سال هجرت بود. یعنی زمانی که مسلمانان از مکه معظمه به مدینه منوره یعنی 621 تا 622 هجرت کردن اینمی مقدره اینمی مقدره مبدی تاریخ اسلامی مسلمانان از سال هجرت دانستن. و بالاخره حضرت عمر رضی الله عنه در سال 23 هجری توسط یک غلام به نام ابولولو در حال ادای نماز صبح شهادت می‌دهد. خوب شاگرد عزیز آله برتان درس خلاصه می‌سازم و در جریان خلاصه شما می‌تونید که نکات عمده درس را در اینجا به خود یادداشت بکنید و درس را با خود بخوانید. درس برتان ساده و آسان میشه. پس به که ما شما خواندیم که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق به خلافت میرسه. یعنی زمانی که مریضی حضرت ابوبکر صدیق شدت پیدا میکنه به فکر خلیفه جانشین خود میشه و از مردم در مورد حضرت عمر فاروق و دوستان خود پرسان میکنه. همگی صادقانه او را تایید میکنن و بالاخره حضرت عمر فاروق به خلافت برگزیده میشه. البته فتوحات در زمان حضرت ابوبکر صدیق تا قلمرو عراق تا قسمت عراق رسیده بود و این فتوحات در زمان حضرت عمر فاروق هم ادامه پیدا میکنه و مسلمانان با فتوحات خود ادامه میدن. و ببینید کانال در خلاصه دیگه هم برتان تکرار میکنیم که تا کجاها اینا میرسن و کجاها را فتح میکنن. خب در زمان حضرت عمر فاروق بود که اوضاع ایران مخشوش شده بود. رومیان چی کردن؟ در جنگ جنایدین اینا شکست میخورن. مسلمین به طرف ایران البته لشکر میکشند. سر لشکر اینا را سعد بن ابی وقاص تا انتخاب میکنن. سعد بن ابی وقاص در قادسیه با سپاه ایران برخورد میکنن و ایرانی ها شکست میخورن. بعد از قادسیه، جلوله، کوفه و مدائن وقتی توسط مسلمین فتح میشه اینمی جنگ و فتح از 4 سال طول میکشه و شهر نهاوند نیز به تصرف مسلمانان میه. بنار اینمی فتح را چون قسمت های زیاد را اینا فتح کردن و 4 سال این جنگ و فتح طول کشید اینمی را به نام فتح بزرگ یا فتح الفتو نامیدن که بعد از 2.5 سال خلافت حضرت عمر فاروق توسط یک نفر به نام ابولولو در وقت ادای نماز صبح به شهادت میرسه. این بود شاگردای عزیز خلاصه درس امروز ما شما. خب سوالای کار خانگی شما 3 سوال بسیار ساده هست. میتونین شاگردای عزیز امروز با خود یادداشت بکنین. اولی که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چند سال خلافت نمودن؟ سوال دوم
حضرت عمر فاروق توسط کی به شهادت رسید؟ و سوال سیوم، حضرت عثمان رضی الله عنه در مورد حضرت عمر فاروق برای حضرت ابوبکر صدیق چی فرمودند؟ فقط همو گفته حضرت عثمان را نوشته میکنیم. پیش از اینکه با شما خداحافظی بکنم باید بگویم که درس آینده شما که خلافت حضرت عثمان است، یک بار او را هم با خود مرور بکنین و یک آمادگی داشته باشین بخیر برای درس آینده. فعلا شما را به خداوند بینیاد میسپارم. موفق باشین شاگردای عزیز، دختران و پسران خوب. خداحافظ و نگهدار شما.